شبنم آذر همکارم از لندن با ماست. شبنم واکنش ها بسیار بوده، میدونیم مسمومیت های بیشتری هم گزارش شده. آخرین اطلاعاتی که درباره حمله شیمیایی به مدارس میدونیم چیه؟ ببین، همین لحظه ها که الان داریم با هم صحبت میکنیم، مدرسه فاطمیه تبریز امروز یک شنبه بهش حمله شیمیایی شده. دیشب در واقع نیمه شب به خوابگاه یاسر ارومیه حمله شده و این روند همچنان ادامه داره. ما دیروز گسترده ترین حمله شیمیایی به دانش آموزان رو دیدیم که اتفاق افتاد و گزارش هایی که ما داشتیم 44 مدرسه در 11 استان تصویر برای ما فرستادن از تصاویری که نشون دادیم. الان ضرب و شتم دانش آموزان بوده، مسمومیت و در واقع حمله به دانش آموزان، در عین حال بازداشت های گسترده توسط ماموران امنیتی از والدینی که در رفتن مقابل اداره آموزش پرورش تلاش کردن که مسئولان رو پاسخگو کنن ولی هیچ پاسخی نگرفتن، اونها رو بازداشت کردن و علاوه بر رفتار خشونت‌آمیزی که با بچه‌ها و خانواده‌ها شد، حتی الان حتی همین امروزش هم اجازه اینکه یک پاسخی از طرف مسئولان مدرسه یا نهادهای امنیتی و یا حتی کادر درمان به خانواده‌ها و به دانش آموزان داده بشه وجود نداره. کادر درمان تهدید شدن، بهشون گفته شده که امکان نداره، اجازه نداشته باشید کوچکترین اطلاعاتی، اجازه نداره که به خانواده ها بدید. ما حتی دیروز صدایی که از پدرها رو داشتیم که میگفت که رفته 12 روزه که داره به بچهش یک آمپولی رو میزنه که بتونه سر و پا بیسته و حتی بهش نشون نمیدن که این چه آمپولی است که به بچهش تزریق میکنن. به هر حال وضعیت همچنان ادامه داره. صدا و سیما یک سر گزارش هایی در صدا و سیمای استان ها گزارش هایی تولید میکنه که نمیتونه افکار عمومی رو مجاب کنه. دیروز در امرش که حمله شده بود، صدا و سیما گزارش تهیه کرده و در اونجا گفته که یک پاکبانی کپسول گازی رو روی زمین انداخته که مایعی رو ریخته روی زمین و یک کاملا یک چیزی که اصلا فرضیه ای که مثل بقیه فرضیه هایی که تمام این سالها سعی کردن افکار عمومی رو باش مجاب کنن ولی موفق نشدن. دائما داره گزارش های تصنعی درست میکنه، ساختگی درست میکنه و همچنان هم میبینیم که به نظر میرسه دستگاه امنیتی در کار مماشات هستن و اجازه این که در واقع اطلاعات دقیق تری بیرون بیاد نمیدن. هم فضا به شدت غیر شفافه. تو این شرایط تنها کاری که برمیاد از مدارس و خانواده ها اینه که با همکاری همدیگه سعی کنن که از بچه ها مراقبت کنن، به خصوص که آموزش و پرورش گفته اجازه تعطیلی مدارس رو نمیده، اجازه غیبت به بچه ها نمیده. و امروز ما یه گزارشی داشتیم که مدارس در واقع برای خانواده ها پیامی داده و گفته که با همکاری والدین قراره والدین اطراف مدرسه کشیک بدن، خود مدیران مدرسه قراره که دوربین ها رو رصد کنن. به هر حال الان در چنین فضای غیر شفافی به سر میبریم و جان بچه ها همچنان در خطره.